جلسات دادگاه فیلم برداری شده، حضور وکلا، اقاریر متهمان در فیلم‌های جلسات دادگاه موجود، مستنداتی که به دست آمده وجود داره، نهایتاً رسیدگی شده و این حکم هم صادر شده. تایید حکم اعدام 3 معترض آبان ماه در عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران. چرا قوه قضاییه چنین احکام سنگینی علیه معترضان صادر می‌کند؟ در برنامه امشب این سوال رو از یک وکیل دادگستری می‌پرسیم. همچنین در برنامه امشب بازگشت دوباره برخی محدودیت‌های اجتماعی به تهران، 25 استان ایران در وضعیت قرمز یا هشدار شیوع کرونا هستند. رشد صادرات غیرنفتی ایران همزمان با افت توان بخش خصوصی، درآمد ارزی صادرات غیرنفتی چگونه در شرایط رکود و تحریم افزایش داشته؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. واژه‌ای که امروز بارها از ایران شنیده شد، کوتاه و تکان دهنده، اعدام، اعدام و اعدام. به گفته چند سازمان حقوق بشری، دو زندانی سیاسی کرد امروز در ارومیه اعدام شدند. یک کارمند بازنشسته وزارت دفاع به جرم جاسوسی اعدام شد و دیوان عالی حکم اعدام 3 نفر در ارتباط با اعتراض‌های سراسری آبان ماه پارسال را تایید کرد. همان اعتراض هایی که به گفته حکومت بیش از 220 نفر و به گفته مخالفان بسیار بیشتر از این در آن کشته شدند. همین امروز پدر یکی از کشته شدگان آن اعتراض ها، پدر پویا بختیاری، در کیش بازداشت شده. هنوز کسی به اتهام برخورد مرگبار با معترضان آبان در دادگاهی حاضر نشده. 3 متهم این پرونده خودشان گفتند که اتهام هایی از قبیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و تخریب اموال عمومی بر اساس اعتراف هایی است که تحت شکنجه از آنها گرفته شده. امروز سخنگوی قوه قضاییه اتهام تازه‌ای علیه اونها مطرح کرد. سرقت مسلحانه با سلاح سرد. پرونده اونها به ما چه میگه؟ رفتار حکومت چطور؟ در این مورد با حقوقدانان، فعالان حقوق بشر و تحلیلگران سیاسی در برنامه امشب صحبت میکنیم. اول اما بشنویم از آنچه سخنگوی قوه قضاییه در مورد این پرونده گفت. 2 نفر از این افراد در یک صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند. رفته بودند برای ربودن اموال یکی از خانوم ها، مراجعه کرده بودند مسلح به سلاح سرد و با تهدید با اسلحه که اموال این خواهر هموطن ما رو بروبایند، که خدا کمک کرد هم به اون خواهر ما و هم به جامعه که برخی از بستگان ایشون رسیدن کمک کردند و باعث دستگیری این افراد شدند. بعد از دستگیری مشخص شد در گوشی موبایل خود این افراد، اینها صحنه هایی که بانک آتیش میزنن، صحنه هایی که اماکن عمومی رو آتیش میزنن، صحنه هایی که اتوبوس های مربوط به شهرداری رو آتیش میزنن و اقدامات خرابکارانه ای رو که انجام دادن و با جسارت از اعمال مجرمانه خودشون فیلم برداری کردن. این فیلم ها رو برای برخی از خبرگزاری های خارج از کشور ارسال کردن، در حافظه موبایلشون هم موجود بود. سیاوش اردلان، همکارم که این خبر رو دنبال کرده، اینجا در استودیو با من هست. سیاوش، از حرف های امروز سخنگوی قوه قضاییه چه اطلاعات تازه‌ای در مورد پرونده این 3 نفر به دست ما میرسه؟ یک فقره اتهام رو اضافه کرد به اتهاماتی که قبلا متوجه اینا بود، در چارچوب همون بحثی که اینا اغتشاشگر بودن اینا و تخریب اموال عمومی کردن، اتهام خیلی سنگین سرقت مسلحانه رو مطرح کرد که یک روایت کاملا جدیدی رو به دست میده از طرف سخنگوی قوه قضاییه. اجازه بدیم برای اینکه اهمیت این داده ها رو بفهمیم برگردیم به روز 24 آبان، زمانی که خبر گران شدن بنزین و شروع اعتراضات رو در سراسر ایران شاهد بودیم. تو اون مدت 3 جوان بودن. این 3 جوان با هم دیگه، همه زیر 30 سال، با هم دیگه آشنا بودن با سوابق تحصیلی و کاری مختلف. یکی از اینها روز 28 آبان دستگیر میشه، امیر حسین مرادی. چیزی که ما نمیدونیم چند و چون دستگیری اوست.
آیا او در جریان اعتراضات دستگیر شد؟ آیا یه اتفاق دیگه در کنار اعتراضات افتاد؟ یه کار دیگه کرد اونجا دستگیرش کردن؟ و بعد اونطور که سخنگوی قوه قضاییه میگه تو موبایلش پیدا کردن که تو اعتراضات چگونه شرکه. ما اینو نمیدونیم و الان اولین بار هستش که سخنگوی قوه قضاییه داره میگه امیر حسین مرادی همراه یکی دیگه مشغول سرقت مسلحانه از یک خانومی بودن که بعد بستگان اون خانوم آمدن و اون سرقت انجام نشد و بعد دستگیرش کردن، از توی موبایلش این اطلاعات رو در آوردن. این چیز جدیدی هستش. اما همون روزی که دستگیر میشه امیر حسین مرادی در 28 آبان، یک روز بعدش 29 آبان دو نفر از دوستاش، سعید تمجیدی و محمد رجبی، اینها فرار میکنن به ترکیه به همراه یک خانومی به اسم شیماره که تو اون پرونده به عنوان شیماره اسمش عنوان شده و هم پرونده اوست، اما صرفا مترجم بوده، هیچ ربطی به اعتراضات نداشته و اصلا هیچ شرکتی هم نکرده و در صحنه هم نبوده. اینا یک 5 هفته بسیار پر استرابی رو در ترکیه میگذرونن. تا اگه شما خبر رو دنبال کردین در جریانید که بعد از اون 5 هفته در تاریخ 7 دی ماه پلیس اینا رو در ترکیه دستگیر میکنه و تحویل مقامات ایرانی میده به لب مرز. و یک هفته بعد از تحویلشون محمد رجبی، یکی از اینها، به قید وثیقه بسیار سنگین، وثیقه 500 میلیون تومانی، آزاد میشه. اما این آزادی 2 هفته‌ای بوده، دوباره احضارش میکنن به دادگاه و همونجا مجددا بازداشتش میکنن و حالا هر سه اینها در زندان هستن. و فراموش نکنید در تمام طول این مدت هم اونجور که وکلاش دارن میگن تلاش کردن که با اینا تماس بگیرن، از چند و چون پرونده مطلع بشن و این اجازه بهشون داده نمیشه. نهایتا میرسیم به ماه بعد، ماه 5 و 6 بهمن، که قاضی صلواتی رئیس دادگاه انقلاب که معرف برای همه فعالان مدنی است، با شرکت او و با قضاوت او جلسه محاکمه این 3 نفر برپا میشه. و در این جلسه هم بازم وکلا میگن نتونستن بیان، وکلایی که خود حکومت براشون انتخاب کرده بود اونجا حضور داشتند. و یک ماه طول نمیکشه که در تاریخ 3 اسفند قاضی صلواتی برای اینو حکم اعدام صادر میکنه و اون موقع خبرش رسما تایید نمیشه، ولی تمام محافل حقوق بشری، تمام کسایی که از نزدیک با این ستا آشنایی داشتن، تایید میکنن که روز 3 اسفند ماه دادگاه بدوی حکم اعدام رو برای اینها صادر کرد. طبعا حکم بدوی بوده، میره به دیوان عالی کشور. در طول مدتی که تو دیوان عالی کشور بوده پیچ و قوس میخوره و 3 ماه دیگه ما خبری نداشتیم از این پرونده در طول بهار سال 99، سال جدید، تا اینکه 4 تیر ماه اولین خبر منتشر میشه که دیوان عالی کشور حکم اعدام اینها رو تایید کرده. باز هم مقامات ایران رسما این رو تایید نمیکنن. همون روز 4 تیر ماه که خبر تایید حکم اعدام اینها توسط دیوان عالی منتشر میشه، بلافاصله رسانه‌های حکومتی از یک منبع آگاه نقل میکنن که این خبر صحت نداره. یعنی حکومت هنوز لازم نمیدید که این خبر رو اعلام بکنه. حتی هفته بعدش هم در 10 تیر ماه بازم سخنگوی قوه قضاییه آقای اسماعیلی میگه نه، این خبر صحت نداره، من چیزی نشنیدم، و همچنان تکذیب میکنه، تا اینکه امروز نهایتا تایید میکنه که دیوان عالی کشور هم حکم اعدام رو صادر کرده. ولی بعد میگه همچنان راه وجود داره، میتونن اعاده دادرسی کنن، یعنی این ختم قضیه نیستش. و بعد هم این داستان عجیب رو ارائه میده درباره اینکه امیر حسین مرادی اون روز 28 که ما نمیدونیم چند تا چونه بازداشت چی بوده، در اون روز به خاطر سرقت مسلحانه بازداشت میشه و به طور خیلی اتفاقی اینا موبایلشو چک میکنن و میبینن که به قول او بانک آتیش زده و در اختشاش نقش داشته و این نگرانی رو ایجاد کرده برای خیلی ها که از قبل همین فقر اتهام جدید سرقت مسلحانه بتونن بحث اعدام اینها رو برای افکار عمومی توجیه بکنند. در یک صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدن، رفته بودن برای ربودن اموال یکی از خانوم ها، مراجعه کرده بودن مسلح به سلاح سرد و با تهدید با اسلحه که اموال این خواهر هموطن ما رو برو باین، که خدا کمک کرد هم به اون خواهر ما و هم به جامعه که برخی از بستگان ایشون رسیدن، کمک کردند و باعث دستگیری این افراد شدند. بعد از دستگیری مشخص شد در گوشی موبایل خود این افراد، اینها صحنه هایی که بانک آتیش میزنن، صحنه هایی که اماکن عمومی رو آتیش میزنن، صحنه هایی که
اتوبوس‌های مربوط به شهرداری رو آتیش می‌زنن و اقدامات خرابکارانه‌ای رو که انجام دادن و با جسارت از اعمال مجرمانه خودشون فیلمبرداری کردن. با سیاوش اردلان در مورد همین صحبت‌های غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه صحبت می‌کردم، اما حالا برای بحث بیشتر سعید دهقان با ماست، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا. آقای دهقان، سیاوش هم اشاره کرد که در مقاطعی مسئولان قضایی ایران اول میگفتن که از حکم اطلاع ندارن، ولی حالا بعد از چند هفته میبینیم که بله، اونا هم تایید میکنن که دیوان عالی کشور حکم اعدام این سه نفر رو تایید کرده. پرونده در چه مرحله ایه و به نظرتون چرا مسئولان قضایی اینقدر کش و قوس این پرونده رو خودشون ایجاد میکنن؟ وقت بخیر. حتما میدونید که وکلای این پرونده هم از همکاران خوب ما آقایان تاج و پاکنیا امکان مطالعه پرونده و ورود به پرونده را نداشتن، و در شرایطی که از ابتدا تا کنون تا همین امروز هم که من چک کردم وکلا امکان ورود به پرونده را نداشتند، برای این بعضی از اظهارات و بیانات قابلیت تایید یا رد نداره. یعنی ما وقتی وکلای پرونده اطلاع ندارن، به طور طبیعی ما هم اطلاع نداریم و نمیتونیم ورود بکنیم به جزئیات این پرونده، و این خیلی طبیعیه که ما الان اون چی که امروز شنیدیم هم باز دو روایت بود. به طور مشخص آقای سخنگو مطرح کرد این پرونده، خب این هم مورد تایید دیوان عالی و رأی رو تایید کرده، اما نه برای ابلاغ و اجرا. این بحث یکم متفاوته، تایید شده و اعاده شده و در حال حاضر پرونده در موقعیتی است که البته ما امیدواریم همچنان در این مرحله وکلای پرونده بتونن وارد بشن و هم از طرق فوق‌العاده اعتراضات رو ثبت کنن، یعنی هم اعاده دادرسی هم ماده 477 رو بتونن اعمال کنن. و خیلی کوتاه بگید که اینها یعنی چی، اعاده دادرسی، ماده‌ای که ذکر کردید. ببینید، ما در واقع طرق فوق‌العاده رو در پرونده‌های از این دست به طور کلی عرض می‌کنم، چون از جزئیات پرونده ما اطلاع نداریم، همونجوری که عرض کردم وکلا هم ندارن، وکلای پرونده هم. ولی واقعیتش اینه که وقتی یک رأی صادر میشه در تمام مراحل وکیل درش حضور نداره و دفاع نکرده، خیلی از اظهارات در مقام ادعاست و قابلیت اثبات نداره و راستی آزمایی نمیشه کرد. ما در فرض میگیریم که در کلان پرونده های آبان ما رو وقتی نگاه میکنیم، روند رسیدگی و دادرسی رو نگاه میکنیم چقدر منصفانه بوده. حالا در فرضی که در این پرونده بخوایم بحث کنیم که اطلاعات جزئی هم نداریم، ولی وقتی چنین اتفاق میفته دیوان عالی تایید میکنه، باز ما دو مرحله داریم. یک، ماده 474 هست که اعاده دادرسی میشه تقاضا کرد، یعنی وکلای پرونده یا خود محکومی میتونن اعاده دادرسی بخوان که یک بار دیگه اگر اعاده در دیوان عالی کشور پذیرفته بشه به شعبه هم عرض داده میشه برای رسیدگی مجدد به یکی از شعباتی که رأی قطعی تجدید نظر رو صادر کرد. غیر از این یک ماده 477 هم داریم که به حال اگر رأی خلاف بیان شرع باشه، با اجازه که از رئیس قوه قضاییه میشه گرفت، یکی از شعبات دیوان در واقع رسیدگی ماهیتی هم حتی میتونه خودش انجام بده. این ماده در واقع جای همون ماده 18 معروف و سابق هست که این روند همچنان هست، و من امیدوار هستم که همکاران ما از فردا بتونن وارد پرونده بشن، حالا که اعاده شده به دادگاه و دادسرا در واقع بتونن این اقدام انجام بدن. شما خودتون وکیل پرونده تعدادی از معترضانی که در دی ماه 96 دستگیر شده بودند هم بودید، برای اونها حکم، تعداد زیادی از اونها حکم براءت گرفتید. وقتی نگاه میکنید و مقایسه میکنید آنچه رو که در مورد اون متهمان اتفاق افتاده با متهمان یا عملا کسانی که در اعتراضهای آبان ماه دستگیر شدن، تفاوتی میبینید در برخورد قوه قضاییه؟ در واقع میشه گفتش که خیلی قابل قیاس نیست. ما در دی ماه 96 اعتراضات به نوعی به گرانی بوده و این اعتراضات در روند دادرسی ما دیدیم که به قضاتی بودند، رسیدگی رو قانونی انجام میدادند، دادرسی منصفانه بوده، توجه به دفاعیات میشده. ما اگر موفق شدیم حکم براءت بسیاری رو بگیریم، یکی از دلایلش توجه قضات به موازین قانونی بوده. مثلا بحث ما این بوده که چگونه ممکنه ما اصل 27
27 قانون اساسی رو توجه بهش نکنیم. در اونجا اجتماعات آزاده، تجمعات آزاده، فقط بحث اینه که حمد سلاح نباشه یا مخل مبانی اسلام نباشه. خب بسیاری از معترضان اصلا نه سلاحی داشتند، نه بحث اسلام بود، بحث گرانی بود که خب واقعیت بود، یعنی یک گرانی بود که بود و ما در دفاع بحث میکردیم که خب اولا اصل 27 توجه باید بهش بشه، ثانیا یک واقعیت که وقتی کسی به گرانی اعتراض داره الزاما بحث اعتراض به مبانی اسلام نیست. وقتی هم سلاح نداره اجتماعات آزاد طبق اصل 27 قانون اساسی. و اتفاقا قضات هم به این توجه میکردن و در آرا اتفاقا میآوردن که اعتراض به گرانی الزاما علیه نظام نیست و ضمناً آزادی اجتماعات هم هست. اما در اینجا اتفاقی که میفته در آبان ماه، ما روند رو، روند قانونی رو خیلی وقتا نمیبینیم، جز بعضی از پرونده ها که خب یه مقدار متفاوت و علمی رسیدگی شده، غالبا میبینیم که در پرونده ها توجه نمیشه و وقتی وکیل از بعد به تشکیل پرونده وارد به پرونده نمیشه و وکیل مستقل و منتخب متهمان نمیتونن وارد بشن و دفاع کنن، خب از طرف دیگه موانع وکالت هم روز به روز بیشتر میشه. خب طبیعیه که بعد اظهاراتو نمیشه در موردش صحبت کرد. آقای دهقان ببخشید وقت زیادی نداریم، من هر روز یک چیز دیگه میخوام از شما بپرسم راجع به همین مسئله که گفتید در مورد وکلا. وکلای از طرف این سه نفر صحبت میکنن در رسانه ها، اما اونا کسانی نیستن که در دادگاه حضور پیدا کردن. چه شرایطی هست؟ اگر کوتاه بفرمایید در مورد وکلای این پرونده. ببینید وکلا اصولا ما یه اصل 35 قانون اساسی رو داریم که وکیل باید وکیل آزادی حق دفاع برای شهروندان تضمین شده است و وکیل هم باید منتخب خود شهروندان باشه. وقتی وکیل مستقل و منتخب وجود داره، وکلای تسخیری معنا نداره که وارد پرونده بشن و به همین دلیل هم عرض کردم راستی آزمایی نمیشه کرد. اما توجه بکنید که این مبانی وکالت در سال 96 ما به این اندازه نداشتیم و در سال 98 آبان به این طرف یه مقدار بیشتر شده. اما از اون مهمتر، ما یک موضوع مشخص‌تری داریم به ریشه‌ها و عوامل در واقع این اتفاقات. اگه توجه کنیم، ما مجلس رو داریم برای تصویب قانون که در خود قانون ماده 2 قانون مدنی پیش‌بینی شده که 15 روز پس از انتشار قوانین در روزنامه رسمی قابلیت اجرا داره. فلسفه این 15 روز هم که بالغ بر 70 ساله در این مملکت وجود داره این هست که آمادگی ذهنی جامعه داشته باشه برای قوانین. حالا توجه بکنید بحث قیمت بنزین مسبب مجلس نیست، سران قوا این کار رو کردن که خب مرجع صلاحیت دار برای چنین وضع چنین قانونی نبودن و وقتی هم که این اتفاق افتاده اون 15 روز هم در واقع رعایت نشده و شوک به جامعه داده و در چنین شرایطی از ورود به جزئیات این پرونده، خب هم ما مشکلات ریشه‌ای در مورد حوزه قضایی و قانونی داریم، هم موانع وکالت باعث میشه که نشه. وقتی قرار باشه کار دفاعی انجام بشه، وکیل حضور داشته باشه، اتفاقا در تعامل با قوه قضاییه و قضات راحت‌تر ما به واقعیت هم میرسیم و دفاع هم در واقع منطقی‌تر صورت میگیره. ممنونم از شما سعید دهخان، وکیل دادگستری با ما. اما حالا رها بحرینی با ما هست، حقوقدان و همچنین پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران. او از لندن به ما پیوسته و همینطور علی کلایی رو داریم، روزنامه‌نگار از گوتنبرگ سوئد با ما. خانم بحرینی اجازه بدید با شما شروع بکنیم. چه از نظر سازمان شما چه نقایصی داره این پرونده؟ با سلام به شما و بینندگان عزیز، همونطور که در فراخوان اقدام فوری که عفو بین الملل در فوریه امسال منتشر کرد مفصلا توضیح داده شده، این پرونده از ابتدا با نقض اصول دادرسی منصفانه همراه بوده. هر سه نفر در دوران بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بودند و اعترافات اونها تحت شکنجه گرفته شده و حتی دسترسی به درمان برای جراحات های ناشی از شکنجه مشروط به اعتراف شده. دادگاه به جای انجام تحقیقات در مورد شکایات شکنجه، این اعترافات رو برخلاف قانون مورد استناد قرار داده تا اونها رو به اعدام محکوم بکنه. علاوه بر این باید یادآوری کرد که حتی اگر مسئله دست داشتن در تحریق و تخریب اموال عمومی اونطور که در حکم
صحت داشته باشه، باز هم چنین جرمی مصداق جرمی که مشمول مجازات اعدام بشه نمیتونه باشه. ایران بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی فقط مجازه که مجازات اعدام رو در جرائم منتهی به قتل عامدانه استفاده بکنه و طبیعتا این موضوع مطرح در این پرونده نیست و از اساس صدور این حکم برخلاف تعهدات بین المللی ایران و باید فوراً و بیدرنگ لغو بشه. افکار عمومی خشمگین و معترض هستند به این حکم صادره. همونطور که ما امروز می‌بینیم بالای 1 میلیون نفر در سراسر جهان علیه این بی‌عدالتی و بی‌رحمی که علیه این سه جوان صورت گرفته اعتراض خودشون رو علنی کردن و مقامات ایرانی به جای ادامه اصرار بر این حکم ظالمانه باید فوراً این حکم رو لغو بکنن و زمینه دادرسی منصفانه رو برای این سه جوان فراهم بکنند. اشاره کردید به طوفان توییتری که با هشتگ اعدام نکنید داره در واقع پخش میشه و همونطور که گفتید بیش از 1 میلیون بار ریتوییت شده و تبدیل شده به یک ترند جهانی. آقای کلایی اجازه بدید از شما بپرسم چرا فکر میکنید این احکام سنگین داره داده میشه؟ ببینید، من اول سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم و مهمان عزیز برنامه. ببینید، شاید سه دلیل رو سه تا محور رو بشه برای این اتفاق ذکر کرد. محور اول رو میشه بس توجیه نیروهای وفادار حکومت و نوعی مقصر تراشی برای اتفاقات آبان 98 که صدها شهروند ایرانی گزارش حرف بین‌الملل در واقع گویای این هست و بسیاری گزارش‌ها صدها شهروند ایرانی کشته شدند. به نوعی باید یک نوع توجیه بشن هواداران حکومت که چه اتفاقی افتاد. این یه نکته است. میان یک در واقع به این بچه‌ها رو مطرح می‌کنن، اتهاماتی که از قبیل اتهامی که امروز آقای اسماعیلی در واقع زده می‌زنن و این فضا رو می‌برن جلو. نکته دوم خیلی سریع بگم، نکته دوم تلاش حاکمیت برای امنیتی و سرکوب کردن فضای جامعه است. ببینید، ما تو شرایط اقتصادی رو می‌دونیم، شرایط تحریم رو می‌دونیم، شرایط در واقع بعضی گرانی ها رو میدونیم، شرایط سیاسی جمهوری اسلامی اصلا شرایط مطلوبی نیست، شرایط اجتماعی در واقع ایران جامعه جنبشی است. از اون طرف به هر حال بحث اتفاقات هسته‌ای و اینا اون هم در جریانیم. به هر حال اکثر تحلیلگران میگن ما احتمالاً با شورش های خیزش های اجتماعی مواجه خواهیم بود. برای اینکه جلوی این شورش ها خیزش های اجتماعی گرفته بشه باید جامعه امنیتی بشه تا به نوعی بدنه ای که ممکنه حضور در خیابان پیدا بکنه گامی عقبتر در واقع بذاره. یادمون نره، یعنی زهر چشم از اونها بگیرن. بله، طبقه ای که در دهه 96 و آبان 98 اومده تو خیابون کاملا با اتفاقات گذشته متفاوته. این بچه این سه تا جوون است در واقع بچه جنوب شهر تهران و طبقه های فرودست و ستم دیده جامعه. اگر اینها بیان تو خیابون، اینها که یک دوره این طبقه یک دوره به نوعی پایگاه رأی جمهور رأی آقایون بوده، اتفاقات دیگه ای میفته. من این بخش رو با این جمله تموم بکنم. آقای سعید قاسمی معروف سردار سپاه سال 88 یه جمله گفت نترسید اینا که میان بیرون، اگه بچهای جنوب شهر اومدن بیرون باید بذاریم بریم. یعنی این نکته. یه نکته سومی که به نظرم از دومینوش میشه از خرداد امسال به این طرف چید، بحث فصل جانشینی است. یعنی یه تحولاتی از خرداد امسال در واقع شروع شده که این تحولات رو میشه که گذاشت کنار این که کنار این امنیتی کردن فضا. ما یادمون نره یک فضایش سنگین امنیتی در سال 67 و 68 تدارک داده میشه تا انتقال انجام بشه. اون دوران در واقع انتباه افتاده. حالا هم ما اون بحث وایس آقای خامنه ای رو در واقع اون که آقای خامنه ای گفته که ایشون رو بچ اون رو ببینیم، نوای موسوی خوئینی است. اینا رو اگه بچینید کنار هم در کنار در واقع فضای امنیتی و بحث که آقای خامنه ای مطرح می‌کنه برای همکاری مجلس دولت، اینا رو اگه بزنیم کنار هم در واقع میتونیم با کامل کردن این پازل بفهمیم که چه اتفاقی داره میفته و چه حاکمیت تلاش داره تو این حد تو این در واقع صد که حتی بیا سه تا تلاش بکنه که سه تا جوون و جنوب شهر در واقع کام که اصلا چیزی ندارن، یعنی بحث حقوق بوقیش تو حقوق بشریش تو خان بحرین مطرح کردن بیا بخواد اینا رو قربانی بکنه. به نظرم اینها رو یه مقدار باید بیشتر بهش در بیاد. خانم بحرینی، سازمان شما در ترکیه هم دفتر داره و میدونیم که حداقل دست کم دو نفر از این سه نفر که حکم اعدامشون حالا تایید شده به ترکیه رفته بودن و ترکیه اونها رو تحویل ایران داده. سازمان شما در ترکیه در این مورد چه میگه؟ ما همچنان در حال
سیاسی هستیم در مورد شرایط و چگونگی بازگرد این دو نفر به ایران و نگرانی های بسیاری وجود داره که مقامات ترکیه برخلاف تعهدات بین المللیشون عمل کرد. در حال حاضر هم تمرکز اصلی عفو بین الملل روی لغو حکم اعدام این سه نفره و ما از همه مردم و فعالان عفو بین الملل و همینطور همه افراد دغدغه‌مند دعوت کردیم که با سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرن، نامه بزنن، تلفن بزنن، اکسیون برگزار کنن در مقابل سفارتخانه‌ها. این نگرانی ها در مورد این پرونده رو وزارتخونه های کشورهاشون منتقل بکنن و فقط با این تلاش همه جانبه و همگانی و روزانه است که ما میتونیم مقامات قضایی ایران رو به عقب برونیم و مانع اجرای این حکم ظالمانه بشیم. مهمه که یادآوری بکنم که عفو بین الملل علاوه بر این که یک سازمان مردم نهاده که به خاطر سابقش در مستندسازی های معتبر گزارشاتش مورد توجه سازمان ملل و دولت ها قرار میگیره، اما این مکاتبات با مقامات ایرانی به تنهایی کافی نیست و مهمه که افکار عمومی پیگیر و معترض باشن با صدای بلند به این احکام، همونطور که تا الان ما شاهدش بودیم، تا ما بتونیم این سه جوان رو از اعدام نجات بدیم. در واقع همه مردم در گوشه و کنار جهان عفو بین الملل هستن و در کنار هم ما میتونیم برای نجات جانمون ها تلاش بکنیم. این تناقض هایی که ما در اظهارات مقامات قوه‌های قضاییه با شوبه رو هستیم، اینکه ابتدا بحث تکذیب تایید حکم رو مطرح کردن و امروز هم در مورد اجرا یا عدم اجرا تناقض‌گویی کردن، به روشنی نشون میده که مقامات قضایی از افکار عمومی واهمه دارن، به خوبی میدونن خودشون و واقف هستن که این حکم از اساس ناعادلانه و ظالمانه است، ولی متاسفانه قوه قضاییه بازوی سرکوب در ایرانه به جای اینکه به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه رسیدگی کنه، با دستگاه امنیتی فعالیت میکنه تا در واقع این ماشین سرکوب ادامه پیدا بکنه و فقط با پیگیری های حقوقی و مردمی در عرصه بین المللی و در گوشه و کنار جهانی که ما میتونیم امیدوار باشیم که جلوی این حکم ظالمانه رو بگیریم. آقای کرایی، خانم برینی هم به سرکوب اشاره کردند و شما هم به این که در واقع حاکمیت در تلاش است که ذره چشمی هم بگیره برای اینکه در آینده نزدیک شاید اعتراض‌های مشابهی ممکن رخ بده. چه نشانه‌ای در جامعه هست که ممکن است چنین اعتراض‌هایی دوباره شکل بگیره؟ ببینید، خروجی اعتراض‌های دی 96 و آبان 98 خروجی چی بود؟ خروجی شرایط اقتصادی بود، خروجی گرانی‌ها بود، خروجی ستم اقتصادی بود، خروجی نابرابری بود، خروجی در واقع اون فاجعه‌ای بود که بر دوش به خصوص طبقات فرودست جامعه ایران که و در واقع اون بالا رفتن خط فقری که در جامعه ایران اتفاق افتاد. آیا الان وضعیت بدتر شده؟ شما وضعیت قیمت دلار رو می‌بینید، وضعیت سکه رو دارید می‌بینید، قیمت اقلام رو اگر با داخل چک بکنید به طور مشخص افزایش در واقع بحث حقوق ها رو، افزایش بسیار ناچیز و عدم در واقع تطابق اون با تورم عجیب و غریبی که در واقع الان باش مواجه هستید اون رو دارید می‌بینید. خب خروجی این کما این که از دهه 70 هم به این صورت بود. دهه 70 خب نه اینترنتی بود و نه تلویزیونی و اون موقع میشد در دوره های هاشمی خیلی سنگین باش برخورد کرد که کما این که در چند جا شد، اما الان در واقع زمینه ها همون زمینه و ولی خب احتمال بسیار زیادی میره، این حرف من نیست، حرف بسیاری است، احتمال بسیار زیادی میره که ما در آینده نزدیک با در واقع خیزشمون روبرو خواهیم بود، به اضافه اینکه ما شرایط کرونا رو داریم. شرایط کرونا بحث ماندن در خانه مطرح میشه، اما در کنار بحث ماندن در خانه کارگران روزمزد رو داریم، کسانی که در واقع درآمدشون و زندگیشون به کار روزانهشون بسته است داریم، عدم وجود بیمه ها رو داریم و و و و در واقع اونایی که از کار بیکار شدن و خب یه همچین شرایطی در شرایطی در شرایطی که اون مدیریت بد حاکمیت، مدیریت فاجعه بار حاکمیت در قصه کرونا هم شما بهش اضافه بکنید، به مرگ هایی که الان میبینیم آمار میره بالا و عدد رقم هایی که داره میده میشه، خب یه همچین توی همچین شرایطی خروجیش تجربه ای که در واقع در ایران اتفاق بوده، خروجیش شورش ها یا خیزش های اجتماعی بود. ببینید
شکل این ماجرا در واقع مسئله است که این به صورت یک شورش، به صورت یک خیزش اجتماعی است. آیا جایی میرسه به این صورت که به صورت یک جنبش بروز بکنه با تمام اون مختصاتی که برای در واقع یک جنبش ما سراغ داریم؟ اما مثلا اینجا حاکمیت تلاش میکنه سد روانی درست بکنه با این فشارهای سنگینی که ایجاد کرده، سد امنیتی ایجاد بکنه، بعد سد نظامی، نیروی نظامی بیاره تو خیابون. در آباما نشستن در واقع خیابون، مردم با گلوله مستقیم زدن. یعنی یه همچین در واقع فضای رو باش مواجه. من با این جمله تموم بکنم، امثال احکام این در واقع احکام اعدام اون صد روانی است. یعنی فشار میاره به خانواده ها که اگر بذارید بچه‌هاتون بیان بیرون هم چه اتفاقی میفته. باید با این ذهنیت سازی هم حتی در سطح اجتماعی در واقع مقابله کرد. من هم مثل خانم بحرینی امیدوارم که این تلاش ها نتیجه بده و این سه تا جوون و خیلی دیگه از کسانی که در واقع زیر حکم ضد انسانی اعدام هستن بتونن از این. ممنونم از هر دوی شما، علی کلایی روزنامه‌نگار و رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل. چند سازمان مدافع حقوق بشر گزارش کردند که دو زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه اعدام شدند. دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله روز گذشته برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند. دیروز سازمان عفو بین‌الملل از ایران خواسته بود که اجرای حکم این دو نفر رو متوقف کنه. عفو بین‌الملل روند قضایی منجر به صدور این حکم رو به شدت ناعادلانه خوانده و گفته حکم بر اساس اعترافاتی صادر شده که با شکنجه و بدرفتاری گرفته شده. ژیار گل همکارم اینجا در استودیو با من هست. ژیار، این پرونده هم ابهاماتی ظاهرا داشته. کمی راجع به ابهامات این پرونده اول برامون بگو. مجید، قبل از هر چیزی ما تماس‌های زیادی با اعضای خانواده گرفتیم. متاسفانه خانواده بخصوص آقای صابر شیخ عبدالله، اینا از طرف مادری افرادی رو داشتن تو شهرداری، تو به هر حال مقامات دولتی، امیدوار بودن بتونن از طریق به هر حال مذاکره یا پشت پرده بتونن این اعدام رو لغو بکنن، امیدوار بودن عفو بشن. به همین جهت به هیچ عنوان حاضر نبودن صحبت کنن و حتی اگه خانواده دیاکو میخواستن صحبت کنن شکایت کرده بودن علیه اونا هم که چرا صحبت میکنید. این یک موضوع. موضوع دیگه اینه که تناقضات زیادی در این پرونده وجود داره. از یک طرف ما شهادت داریم که میگه دیاکو در اون موقع سرباز بوده، روزی که انفجار بوده در سال 1389، یک انفجاری با فاصله زیاد از جایگاه فرمانده ها منفجر میشه، چندین غیر نظامی کشته میشن. ابتدا اون موقع میگفتن حیدر مصلحی وزیر وقت وزارت اطلاعات یک روز بعد از این انفجار گفت که افراد شناسایی شدن. چهار روز بعد از این انفجار محمد خاکپور از فرماندهان نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت عوامل اصلی و محوری این انفجار کشته شدن. اما ما میبینیم حدود 3 سال بعد این افراد دستگیر میشن، در حالی که دیاکو در اون موقع در سال 1389 در اون روز در پادگان در سردشت بوده. فرماندهش رحمت الله شریفی، سرهنگ شریفی که فرمانده اون پادگان بوده، بعدها نامه میده میگه این شخص نمیتونه همزمان هم سردشت بوده باشه هم در مهاباد و این عملیاتو انجام داده باشه. به همین جهت نامه مینویسه. اما خب شاید یکی دلایل دلیلی که 4 بار پرونده این افراد از دادگاه بدوی به دیوان عالی کشور رفت، دوباره برگشت، به خاطر همین موضوع بود، به دلیل نبود سند بود. به همین جهت اما خب متاسفانه رحمت الله شریفی این سرهنگ خودکشی میکنه سال 1395. بعد وزارت اطلاعات میگه خب این فرد به نظر میاد ممکنه تبانی کرده باشه با خانواده و اومده کمک کنه این جوان رو، به همین دلیل این چیز رو نوشته و به وکلا داده. ظاهرا دیوان عالی کشور این موضوع رو قبول کرده و حکم اعدام رو صادر کرده. یکی از افرادی که گفته بودن اینا تیم بودن، که گفته بودن خلیل عبدالله پور بود، که ایشون هم گفته بودن عضو این تیم بوده، یعنی ما حسین عثمانی، صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسولزاده با یه خانم دیگه گفته بودن اینا یه تیم بودن، این عملیات رو انجام دادن. و خلیل عبدالله پور 1.5 سال قبل از اینکه این افراد دستگیر بشن از ایران خارج شده بود، رفته بود کردستان عراق و الان در آلمان زندگی میکنه. ظاهرا ایران از طریق انترپول تقاضای استرداد ایشون رو داده بود و گفته بود، ابتدا گفته بود این قتل عمد انجام داده، بعد
دولت آلمان ازش ایران مدارک خواسته و ظاهرا نتونستن بدن، گفتن نه در یک انفجار بوده و پلیس ایشون رو میخواد برای توضیحات در دادگاه و کپی نامه رو برای من فرستاد. دادگاه گفته بود به دلیل اینکه مدرک قانع کننده از طرف ایران ارائه نشده برای دست داشتن شما در این انفجار، ما نمیتونیم این پرونده رو ختم شده اعلام میکنیم در آلمان. من تونستم ایشون رو پیدا کنم، یک تکه باهاش صحبت کردیم، ویدیویی با اون اینو ببینیم، بعد با خان بود در استودیو. سلام، من خلیل عبدالله پور هستم، یکی از افرادی که اسمش در این پرونده اومده است. و اما بیشتر من به دلیل اینکه قبلا از ایران خارج شده بودم و یه سال بعد صابری و اینا دستگیر شدن، من الان دیگه خارجم. من اینو بگم، ما اصلا تیم نبودیم، من با صابر دوست بودم، دوران دبیرستان با هم دیگه بودیم، بعد دانشگاه هم طبیعتا با هم دیگه ارتباط داشتیم. اون موقعی که این اتفاق افتاد، صابر حولش این بود که مثلا توی کنکور ارشد قبول بشه، آخرش هم قبول شد دانشگاه علامه طباطبایی. منم خودم اون موقع بعد این واقعه یه سال تقریبا با بیمه تامین اجتماعی دیگه کارورز بودم. من نمیدونم چجور آدم وقتی که یه کاریو میکنه، اگه اینجوری بود چرا مثلا همه این ماها فرصت اینو داشتیم که از ایران همین موقع اگه کار ما بگذاریم، اما چرا این کارو نکردن؟ دلیل بر اینه که اصلا هیچ کدام از ماها هیچ دستی در این واقعه نداشتیم، نه من، نه صابر، نه دیاکو، نه حسین عثمانی، نه همه افرادی که اسمشون در این پرونده اومده است. متاسفانه باید اینو بگم که صابر، اون دیاکو قربانی های پروژه و پرونده سازی های وزارت اطلاعات شدن که ما آخرینشون با مازیار ابراهیمی دیدیم که اون تونست جون سالم به در ببره. ژیار همچنان اینجا در استودیو با من هست. ژیار، صحبت از یک انفجار هست و عملا تو میگی شواهدی وجود داره که این افراد پشت اون انفجار نبودن. مشخص است که چه کسی پشت اون انفجار بوده؟ ببین، دولت بعدها چند سال بعد گفت این حزب کومله کردستان ایران پشتش این انفجار بوده. جالب اینه همون روزی که این انفجار اتفاق افتاد، کومله اون رو محکوم کرد و این افرادی هم که به حال متهم شدن، همه اونها این رو به حال گفتن ما هیچ نقشی نداریم. در اون موقع گفتن چرا که جمهوری اسلامی با پژاک درگیر بود، گفتن شاید پژاک باشه. حتی شایع شد که ممکنه سلفی های مسلمانای سنی سلفی بوده باشن، یعنی شایعات اون موقع بود. اما فراموش نکن این اتفاقات در دوران وزارت آقای مصلحی بوده. آقای مصلحی در دورانشون ما داستان همون جوری که اشاره کردم، مازیار ابراهیمی و متهمان دانشمندان ترور دانشمندان اتمی رو داشتیم که ثابت شد اونایی که متهم شده بود سناریویی بود که در وزارت اطلاعات نوشته شده. حتی من با وکلا، با افرادی که این دیاکو و همچنین صابر رو میشناختن، میگفتن دقیقاً عین همون داستان برای اونا. به همین جد ما میبینیم در این موقعی که کرونا هستش، خیلی از مردم عصبانی ان. حقیقتاً در کردستان من صحبت کردم، میگفتن این ایامی است که دولت باید به مردم روحیه بده. دقیقاً دارن در این ایام این اعدام ها رو، اجرای این احکام رو تسریع کردن و دارن انجام میدن، در صورتی که خب یکی دلایلشی که وکلا به من میگفت شاید نمیخوان تجمعات اعتراضی به خاطر این اعدام‌ها وجود داشته باشه به خاطر کرونا، یا خانواده‌ها بتونن جمع بشن دور هم مراسم خط. و خیلی اگه نگاه کنیم چقدر افکار عمومی در میان ایرانیان نسبت به این اعدام‌ها ناراضین، یک هشتگی که چند ساعت در عرض چند ساعت امروز به اسم اعدام نکنید راه افتاده، در عرض چند ساعت بیش از 1 میلیون بار این هشتگ ریتوییت شده. ممنونم از جیار. جیار گل همکارم اینجا در استودیو. استانداری تهران با بالا گرفتن دوباره شیوع ویروس کرونا، از امروز به مدت یک هفته بعضی مکانها مثل باشگاه‌ها، مراکز تفریحی و تالارهای عروسی رو تعطیل کرده. نماز جمعه تهران هم این هفته برگزار نمیشه. همزمان مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تهران گفته برای برگزاری مراسم محرم تابع ستاد ملی مقابله با کرونا است. وزارت بهداشت میگوید در 24 ساعت گذشته 179 نفر در ایران جان خودشون رو بر اثر کرونا از دست دادن. فرین عاصمی گزارش میده. همه هموطنان عزیز، استفاده از ماسک رو، توصیه به استفاده از ماسک در مکانهای عمومی. مقامهای مختلف از مردم میخواهند ماسک زدن رو فراموش نکنند. و مهم اینه که من تاکید میکنم اگر در یک جمعی 4 نفر ماسک زده باشن ولی یک نفر وارد بشه و ماسک نزده باشه و ایشون و اتفاقا مبتلا باشه، میتونه بین 30 تا 50% حتی اونایی رو که ماسک هم زدن مبتلا بکنه. بعضی از مقام ها حتی تهدید هم کردند، از جمله محمود عباسی معاون وزیر دادگستری که به قصاص تهدید کرده.
کسی که با اطلاع از ابتلای خود به کرونا و آگاهی از اینکه مبتلا کردن دیگران با بیماری‌های زمینه‌ای خطر مرگ برای آنها دارد یا با نزدن ماسک، سرفه و عطسه و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی موجب ابتلای آنها به کرونا و در نهایت موجب مرگ آنها شود، مرتکب جنایت عمدی شده و قصاص خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر از ضابطان قضایی و دادستانها خواسته بود برای مقابله با شیوع کرونا از جمله اجبار به استفاده از ماسک در مکانهای عمومی فعالیت بیشتری از خود نشان دهند. این ویدیویی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و گفته می‌شود این دو جوان مشغول جدا کردن ماسک‌های استفاده شده هستند. بی بی سی فارسی نمی‌تواند صحت این موضوع را تایید کند، اما در روزهای گذشته نگرانی‌هایی وجود داشت از جمع‌آوری ماسک‌های استفاده شده از داخل سطل‌های زباله و تمیز و اتو کردن آن و فروش دوباره‌اش در بعضی شهرها. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران تا کنون 262173 نفر به کووید 19 مبتلا شدند. 13211 نفر جان خود را از دست دادند و 225270 نفر بهبود پیدا کردند. بعضی مقام‌های بیمارستانی و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند آمار واقعی بالاتر از این ارقام است. استانداری تهران گفته برای کنترل روند روبه رشد شیوع کرونا در تهران برخی محدودیت‌های اجتماعی یک هفته‌ای در این شهر برقرار می‌شود. باشگاه‌های ورزشی، قهوه‌خانه‌ها و کافه‌ها، شهربازی و مراکز تفریحی، استخرهای سرپوشیده و نماز جمعه در تهران تعطیل است. تالارهای عروسی و مساجد برای عزاداری هم در این استان تعطیل است. سینماها و باغ موزه‌ها در تهران فعالیتشون ادامه داره و تعطیل نیستن. اما نظارت هامون بر اساس اون فعالیت های صنوف و مراکز خرید و تجاری که بر اساس پروتکل های وزارت بهداشت بازگشایی شدن و هم صاحبان این صنوف و هم اتحادیه ها قول داده بودند که همه این پروتکل ها رعایت بکنن، نظارتمون از امروز به شرایطی تبدیل شده است که واقعا با واحد های صنفی که این پروتکل ها را رعایت نکنن برخورد قاطعانه انشاءالله صورت خواهد گرفت. علیرضا زالی رئیس ستاد کرونا تهران در نامه‌ای به استاندار خواسته کارکنانی که آسیب پذیر هستند کمتر در محل کار حضور داشته باشند. افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی، تنفسی، دیابت، سرطان، نقص‌های ایمنی و افراد بالای 60 سال، زنان سرپرست خانواده، مادران باردار و افرادی با سابقه پیوند عزا و بیماران خاص از جمله افراد آسیب پذیر شمرده شدند. معاون سازمان تبلیغات اسلامی هفته گذشته گفته بود امسال با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برنامه‌های مساجد و هیئت‌ها در ماه محرم برپاست. با این حال امروز علی اصغر سهرابی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تهران گفته به دنبال برگزاری مراسم محرم مانند شرایط قبل از کرونا نیست. ضمن اینکه به دنبال ایده‌های نو برای برپایی این مراسم است، اما تابع ستاد مقابله با کرونا است. وزارت بهداشت اعلام کرده 12 استان ایران در وضعیت قرمز هستند. 13 استان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. کشوری این هست که ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت که به استان همدان سفر کرده گفته 92% ابتلا به کرونا در این استان از دور همی‌ها و داخل خانواده است. مرضیه نوربخش مدیر امور بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفته این فرضیه که کووید 19 باعث ایجاد ایمنی دائمی می‌شود درست نیست، چون شماری از مبتلایان به کرونا پیش از این هم در ماه‌های اسفند و فروردین به کرونا مبتلا شده بودند و حالا با علائم متفاوت و شدیدتر به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند. دبیرکل سازمان بهداشت جهانی گفته پیام‌های متناقض از سوی رهبران کشورها مردم را گمراه کرده و موجب ناکامی در مبارزه با کرونا شده. او گفته اگر اقدام جدی انجام نشود، وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا بد و بدتر خواهد شد. فرین آسمی، بی بی سی. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه سال گذشته در ایران توسط نهادهای امنیتی در جزیره کیش بازداشت شده. برادر آقای بختیاری ساعتی پیش در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفت او همراه همسرش برای اعتراض به سند همکاری راهبردی ایران و چین به کیش سفر کرده بود. گفته شده همسر آقای بختیاری هم برای ساعتی بازداشت شده اما بعد آزاد شده. آقای بختیاری سال گذشته هم بعد از انتقادهای تند از مقامهای حکومتی برای مدتی بازداشت شده بود. فیروز غفارپور سخنگوی کمپین دادخواهی از استکهلم
با ما هست. خانم غفارپور، شما پیگیر این مسئله بودید امروز و پیگیر وضعیت آقای بختیاری بودید، کمی به اون بگید از آخرین ها چه خبر؟ خانم غفارپور آیا صدای بنده رو میشنوید؟ خانم غفارپور آیا صدای ما رو میشنوید؟ بله صدای خب فکر کنم که تا الان صدای ما رو نمیشنیدید. سوال کردم که شما پیگیر وضعیت آقای بختیاری بودید امروز و همینطور همسرشون، فکر میکنم موفق شدید صحبت بکنید با همسر ایشون، کمی بگید که امروز چه گذشته بر ایشون. بله همینجور که هم صحبت کردم، آقای بختیاری در حقیقت روز جمعه صبح روز شنبه در حقیقت رفتن به کیش که همونجور که اطلاع دارید میخواستن برای خاطر این قرار داده چین با ایران اعتراض خودشون رو برای تمامیت ارضی و یعنی در حقیقت اعتراض به این قرار داد برن، با ما با کمپین در ارتباط بودن، از لحظه ای که حرکت کردن در ارتباط با کمپین بودن تا رسیدن کیش و روز شنبه بعد در نزدیک غروب بود که هم در کنار خلیج فارس همونجور که دوستان شاید بدونن و در رز همه جا منعکس شد، ایشون پرچم شیر و خورشید رو بردن اونجا و پیامی دادن در مورد اینی که هم در مورد یک پارچگی ایران، در مورد حفظ خلیج فارس ایران و اخطاری که به رژیم جمهوری اسلامی دادن به دلیل اینی که حفاظت از خاک ایران رو امکان نداره که اقوام ایرانی و تمام ملت ایران در این مورد کوتاهی بکنن و در مقابلش قرار خواهند گرفت. باز مرتب در ارتباط بودن، کلیپ میفرستادن که کمپین در اختیار رسانه ها قرار داد مرتب. بنا بود که روز دوشنبه یعنی دیروز پرواز شماره پرواز ساعت 8 شب رو از کیش بگیرن و برگردن به تهران. با همسرشون بودن، همسرشون که باردار هم هستن و همسفر ایشون بودن. متاسفانه تا درست قبل از اینکه پرواز بره با من در باز هم با کمپین در ارتباط بودن، ما مرتب هم تماس داشتیم، هم به دلیل نگرانی هم به دلیل اینی که ارتباط ما جوری باشه که بتونیم حتی مراقبت حداقل دورا دور داشته باشیم، ولی درست قبل از پرواز تلفن‌هایشون قطع شد. آخرین تماسشون با ما درست قبل از پرواز بود و درست از اون زمان یعنی به وقت ایران از ساعت 7 بعد از ظهر اینجورا هم تلفن همسرشون هم تلفن خودشون قطع بود، به کل دیگه جواب نمیداد و هیچ اطلاعی از ایشون کمپین نداشت، خانوادهشون در ایران نداشتن، هیچ کدوم ما اطلاعی نداشتیم تا اینی که امروز بعد از ظهر چند ساعت پیش همسر ایشون به صورت بسیار آشفته و بسیار گریان تماس گرفتن با کمپین که خود من شخصا باهاشون صحبت کردم و به من گفتن که در همون فرودگاه کیش وقتی که زمان بازرسی هست برای اینی که برن سوار هواپیما بشن، خانوم ها و از آقایون از هم جدا میشن و خانوم میرن قسمت زنان، آقای بختیاری میرن قسمت آقایون. در اونجا که بوده یا آقایی از دستگاه امنیتی میاد و به خانوم میگه که شما همسر آقای بختیاری هستین، ایشونم میگه بله و بعد ایشون رو هم در حقیقت یه مقداری مشکل براشون ایجاد میکنن، مشکلات بسیار روحی، ایشون سراغ همسر رو میگیره، میگن اون جای دیگه است و حالا به هر صورت بعد معلوم میشه که میگن پاسدارا نبردن، سپاه نبرده، سازمان امنیتیشون برده، دستگاه امنیتی برده و این خانم رو در حقیقت به گفته که خودش خانم سعیده عباسی چون باردارم هستن و حدود 4-5 ماهشونه و ایشون رو چندین بار از ماشینای
سکیوریتی و امنیتی میگذرونن به صورتی که حتی این خانم صداش در میاد که مگه چقدر میخواییم منو بگذرونیم و ببرین و بیارین، میگن نه این کافی نیستش، میبرنش توی یه اتاق و سراپا برهنش میکنن و با یه دستگاهی مرتب روی شکم این بانو میمالن و دست میزنن و ایشون اعتراض میکنه، میگه که توی شکم من بچه هست، چی کار داریم میکنیم؟ و میگن پس باش که ما ببریمت پیش شوهرت، و انقدر اینو آزار میدن که این دم حیات کوچک پشت اون فرودگاه یه حیاتی بوده میذارنش اونجا، میگن بشین ما میایم. اون اونجا ایشون باعث تشنج میشه، حالش به هم میخوره، تلفن میکنن به آمبولانس، میاد میبرنش بیمارستان، سرم بهش وصل میکنن و تقریبا از ساعت 8:30 من نمیخوام کد صحیح و یه وقت اشتباه بکنم، به هر صورت 12:00-12:30 در بیمارستان بوده، 12:00 میبرن هتل و صبح به سراغ همینجور آقای بختیاری رو میگیره، هیچ کس بهش پاسخ نمیده. بعد یکی بهش میگه که اگرم میخوای کسی رو ببینی برو دادستان کیش رو ببین. این خانم با همون وضعش که دانم اومده بوده میشینه نزدیک تا صبح که میره دم اونجا میشینه تا اینکه آقای دم دادرسی اونجا در کیش و آقایی به دادرسی بوده به اسم آقای عباسی ایشون رو ملاقات میکنه و اون آقا میگه که بله شوهر شما اونجا رفته و دم خلیج فارس و پرچم برد و قدم زد و راه رفته با پرچم و گفته خب چه اشکال داره من برده پرچم ایرانه، و جرمش چیه؟ گفتن جرمش هم ما خودمون تعیین میکنیم. گفته نه شوهر من دادخواهه، جرمی نداره به جز اینکه یه دادخواهه، یه کسیه که اصلا فقط دادخواهی میخواد بکنه. بعد به هر صورت رو ولش میکنه، یعنی انقدر اذیتش کرده بودن که بعدم باز بدون پول بدون هیچی بهش میگن برو، و این چون پول نداشته تمام اسباب و زندگیشون رو گرفته بودن، آزارش رسونده بودن، میگه من یه بلیت براش میگیرن و روونش میکنن به تهران و با اون حال آشفته میرسونه خودشو خونه که با کمپین و ما تماس گرفت که متاسفانه در حال بسیار بدی، بسیار ناراحت کننده و واقعا براش همه ما نگرانیم، همه ما، چون هم معلوم نیست آقای بختیاری کجا هستن، ولی خودشون اعلام کردن که یعنی اینجور که به همسر گفته دادرسی کیش که بهش گفتن اول منتقل شد به بندر عباس و بعدم گفتن جاش خوب نگران نباش و تا 7-8 روز دیگه بهت خبر میدیم و نامعلوم محلیست معلوم نیست اصلا اختیاری در کجا هست. خانم غفارپور خیلی ممنونم از توضیحات کامل شما. فیروزه غفارپور سخنگوی کمپین دادخواهی با ما. اما آمار صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته نشان می‌دهد که درآمد ارزی این بخش از درآمد فروش نفت بیشتر بود و در دوران کاهش صادرات نفت به رشد تولید ناخالص داخلی ایران کمک کرده. این در حالی است که تراز تجاری ایران در همین مدت منفی بوده، یعنی ایران بیش از آن که تولید و صادر کننده باشد مصرف کننده کالاهای وارداتی بوده. حالا پرسش اینجاست که چگونه در شرایط رکود و تورم بخش غیر نفتی توانسته رشد کند؟ شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. تولید و فعالیت اقتصادی مستقل از کانون قدرت در ایران در شرایط رکود دشوارتر است. در این شرایط فعالان اقتصادی نگران از آینده سرمایه های خود را به اقتصادهای دیگر میبرند و شماره دیگر از تولید دست میکشند. آمار گمرک ایران نشان میدهد که تراز تجاری این کشور در سال 98 کسری بیش از 4 میلیارد دلاری داشته. یعنی ایران بیشتر از آنکه تولید و بعد صادر کرده باشد مصرف کننده واردات شده. اما بعضی خوشبین هستند که در دوران رکود اقتصاد غیر نفتی ایران رشد کند. خوشبینی آنها بر مبنای این اعداد است. اعداد میگویند بخش غیر نفتی ایران جدای از ایجاد شغل، مصرف داخلی را تامین می‌کند، همزمان درآمد حاصل از فروش کالاهای غیر نفتی وارد اقتصاد می‌شود. رقمی بیش از 41 میلیارد دلار در سال گذشته.
یعنی بیش از 4.5 برابر درآمد نفتی ایران در همین دوره. البته در شرایط تحریم عقب‌گردی به دوران پیش از برجام. حدود نیمی از این صادرات کالاهای صنعتی هستند. توسعه اقتصاد غیر نفتی در ایران ممکن است. همچنین می تواند یکی از دلایل آن باشد که سیاست maximum pressure آمریکا بیشتر از این نتوانست به اقتصاد ایران صدمه بزند. تراز منفی تجاری به این خاطر ادامه دار شد که صادرات غیر نفتی ایران به اندازه نیست که کاهش درآمد نفت به خاطر تحریم ها و هم به خاطر افت قیمت نفت جبران کند. اما نیمی دیگر از آنچه صادرات غیر نفتی محسوب می شود، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است که وابسته به نفت هستند. بخش دیگری از صادرات غیر نفتی مانند برخی محصولات فلزی و معدنی هم کالای نهایی نیستند و مثل صادرات نفت نوعی خام فروشی محسوب می شوند. سهم دیگر اقلام صادراتی مثل فرش هم اندک است. ایران در تنگنای تحریم‌های آمریکا تلاش می‌کند صادرات این کالاها را در منطقه گسترش دهد، راهی برای دور زدن موانع انتقال پول به داخل کشور. یک ضعف در سیاست خارجی اقتصاد ایران این است که وقتی در اوایل دهه 2000 در حال توسعه تجارت با اروپا بود یا زمانی که در نیمه دهه 2000 با چین روابط تجارت خوبی برقرار کرده بود، برای توسعه تجارت در منطقه تلاش جدی نکرد. ایران حالا با افزایش میزان تجارت با کشورهای مانند عراق، ترکیه، امارات و افغانستان سپلای چین را کوتاه‌تر و به رشد بخش غیر نفتی در دوران تشدید تحریم‌ها کمک کرده. چین همچنان بزرگترین شریک تجاری ایران است، اما بعد از چین صادرات ایران به همسایگانش از جمله عراق و بعد از آن ترکیه، امارات و افغانستان افزایش یافته. کشورهایی که امکان تجارت مرزی و زمینی با آنها ساده‌تر و دور از دید تحریم کنندگان انجام پذیرتر است. تمرکز بر تجارت با این 5 کشور ممکن است راه فراری از تحریم ها باشد، اما به معنای تنگتر شدن حلقه شرکای تجاری ایران و وابستگی بیش از پیش درآمد ارزی ایران به این 5 کشور است. وزارت صنعت هم اخیراً در سند صادرات ایران تا سال 1404 اعلام کرده که به این سیاست ادامه می دهد. این نشان می دهد که دولت چشم‌اندازی برای تغییر شرایط تحریم‌ها در 5 سال آینده نمی‌بیند. در این میان بخش خصوصی مستقل از دولت کوچکتر و به خاطر شرایط اقتصادی از سرمایه‌گذاری محروم می‌شود. به نظر من بخش خصوصی ایران با 2 چالش مهم روبروست. اول افت ارزش ریال است. بانک مرکزی باید راهی برای حل این مسئله پیدا کند. نرخ دلار در سامانه ارزی نیما در بیشتر ماه‌های سال 1398 ثبات نسبی داشت. این باعث شد که اقتصاد ایران شروع به بهبود کند. اما حالا شیوع ویروس کرونا باعث تشدید تلاطم ارزی شده و به افزایش نرخ تورم دامن زده. چالش دوم این است که بخش خصوصی حالا باید در رایزنی با دولت فعالتر باشد تا هم قوانین کسب و کار بهبود یابد و هم رشد بخش تولید ادامه دار شود و به رشد اقتصاد ایران در دوران تحریما کمک کند. آخرین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که هزینه بخش خصوصی به سطحی کمتر از 10 سال پیش رسیده که نشانگر افت توان بنگاه‌های تولیدی است. کاهش توان بخش خصوصی نشانه‌ای از افت سرمایه‌گذاری است. این رویدادها زنجیروار دست به دست هم می‌دهند و به بیکاری دامن می‌زنند. افزایش بیکاری به معنای کاهش درآمد عمومی و نتیجه آن افت رفاه شهروندان ایرانی است. متضرران اصلی شرایط فعلی اقتصاد. شیدا هوشمندی، BBC.
به پایان این برنامه 60 دقیقه رسیدیم. ممنون که بی بی سی فارسی را انتخاب کردید.